وصیت‌نامه خدا، نویسنده هوشنگ معین‌زاده، گوینده احسان عطاری. بخش چهارم، وصیت‌نامه من. یکی از عللی که من در تنظیم وصیت‌نامه‌ام این دستان دست می‌کردم این بود که مبادا محتوای آن پس از من دستاویز منتقدانم قرار گیرد و سرزنشم کنند که چرا خود را در ردیف و همتراز خدا قرار دادم. این امر می‌توانست بهانه‌ای باشد برای عیب و ایراد گرفتن به من و بی‌ارزش جلوه دادن وصیت‌نامه خدا. از این رو نمی‌خواستم وصیت‌نامه خود را با وصیت‌نامه خدا در یک دفتر بگنجانم. بگذریم از اینکه خدا هم درباره انتشار وصیت‌نامه من سخنی نگفته و رهنمودی نداده بود. خواب مردن. تا اینکه شبی خواب دیدم که در شرف مردنم. خوشحال شدم از اینکه از درد و رنج زندگی، تلخی روزگار غربت و تحمل مشقت بیماری‌های گوناگونی که دم به دم به سراغم می‌آیند راحت خواهم شد. بیشتر از همه هم از این بابت خوشحال شدم که دیدم برخلاف باور بسیاری، من جمله خودم که همیشه بر این تصور بودم که من هم میبایستی مانند بسیاری به دست سربازان گمنام امام زمان که در سمت دستیاران بی اجر و مواجب عزرائیل عزیز انجام وظیفه میکنند جان بسپارم، اما مانند آدم‌های حسابی و متمدن امروزی آرام آرام در حال مردن هستم. به این معنا که نه سوزش زخم چاقو و تیزی دشنه دار و دسته آخوندها به تنم فرو رفته و نه گلوله هفت‌تیر پاسداران جان بر کف اسلام ناب محمدی بدنم را سوراخ سوراخ کرده است. صحنه های تصادفی هم برایم به وجود نیامده و قهوه قجری هم بخوردم ندادند. وصیت‌نامه‌ای که نوشتم. باری لحظاتی پیش از مردنم به این فکر افتادم که به توصیه خدا من هم وصیت‌نامه‌ای به رسم موعود بنویسم، اما در مورد متن وصیت‌نامه هم گرفتاری پیدا کردم. وصیت‌نامه خدا که من به تأسی از او و توصیه وی می‌خواستم بنویسم یک پیام بسیار حائز اهمیت و دارای ارزش معنوی بود. خدا به دلیل مقام و منزلتش می‌توانست و لازم بود که در زمان رفتن یا مردن خود وصیتی کند. اما من چه؟ من چه صیغه‌ای هستم؟ چه موقعیتی دارم که بخواهم مانند خدا برای مردم و آنهایی که پس از من در این دنیای سراسر آکل و ماکول زندگی خواهند کرد وصیت‌نامه بنویسم و یا پیامی از خود به جا بگذارم؟ البته این را می دانستم که قصد و غرض خدا این نبود که من برای بازماندگان خود وصیت کنم، چون او می دانست که بعد از مردن هر کس تکلیف بازماندگانش مشخص است و نیاز آنچنانی به وصیت‌نامه نوشتن ندارد، به خصوص آدم‌های معمولی که چیز چندان به درد بخوری هم ندارند. پس به چه دلیل از من خواسته بود که وصیت‌نامه بنویسم؟ مدت‌ها فکرم را به این موضوع مشغول کردم تا شاید پی به منظور خدا ببرم و ببینم که در وصیت‌نامه هم چه چیزهایی را باید بنویسم، اما فکرم به جایی نرسید و کلافه از این سردرگمی باز هم کلی به آن بابا عیب و ایراد گرفتم که چرا راست و حسابی به من نگفت که منظورش از وصیت‌نامه نوشتن من چه بوده است. آیا می‌خواست من هم مانند او وصیت‌نامه ایمانی و اعتقادی بنویسم؟ آیا می‌خواست من هم در حد خودم پیامی به آیندگان بدهم؟ آیا نظرش این بود که در تأیید و تصدیق پیام او قلم بزنم؟ وقتی به بن‌بست رسیدم و از درک معنی توصیه خدا همچنان عاجز ماندم، تصمیم گرفتم که فقط وصیت‌نامه‌ای بنویسم و تکلیف وارثین خود را شخصا روشن کنم، چون می دانستم که میان من و خدا تفاوت‌های زیادی وجود دارد، چه از حیث مقام و منزلت و چه از جهت تفاوت در ذهنی و عینی بودنمان که قابل مقایسه با هم نیستیم،
اما هر دو رفتنی هستیم. یعنی بایستی آیه مشهور انا لله و انا الیه راجعون را بخوانیم و این دنیا را ترک کنیم. کاغذی برداشتم و شروع به نوشتن کردم. وصیت‌نامه‌ام را به جای اینکه با بسم الله تعالی یا بسم الله الرحمن الرحیم شروع کنم، با نام خداوند جان و خرد آغاز کردم. برای اینکه در آخرین لحظه‌های زندگیم نیز دهن کجی دیگری به نمایندگان منتخب خداوندگار عزوجل معروف و خاتم الانبیاء مشهورش کرده باشم. برخلاف حکم فرمان صریح که فرزندان دختر نصف پسر ارث میبرند، به صراحت نوشتم مرده ری من باید به طور مساوی میان پسر و دو دخترم تقسیم گردد. در همین لحظه یاد همسرم افتادم که چطور این بانوی سخت گوش جوانیش را به پای من و فرزندانم هدر داده و در شادی و غمم شریک بوده است. با به یاد آوردن این مطلب از اینکه خداوندگار عادل ما بنا به احکام خود همسران مسلمان را نیز از داشتن سهم کافی از دارایی شوهر محروم کرده است، با لجبازی نوشتم البته قبل از تقسیم دارایی من میان فرزندانم بایستی نصف آن به همسرم برسد و آنچه به فرزندانم میرسد بعد از سهم بردن همسرم خواهد بود. در پایان نیز اضافه کردم هیچ گونه مراسم مذهبی از قبیل غسل دادن، کفن پوشاندن، نماز میت خواندن و تلقین دادن و غیره انجام نشود و به خصوص از مجلس سوگواری راه انداختن برای من خودداری گردد. از کسانی هم که در خاک سپاری من شرکت می کنند و یا برای سرسلامتی به دیدار خانواده هم می آیند، بایستی با شادی و شعف استقبال گردد و اگر امکانات آن فراهم بود، با شراب و کباب و شیرینی و تنقلات پذیرایی شود. حتما هم آهنگ معروف رفتم که رفتم مرضیه را به ترنم در آورند که همگان بدانند من با شادی و خوشی و خرمی این جهان را ترک کردم و اصلا و ابدا از رفتنم ناراضی نبودم. پس از نوشتن وصیت‌نامه‌ام نفس راحتی کشیدم و لبخند پرمعنایی بر لب آوردم. اما درست موقعی که می‌خواستم فکرم را از موضوع وصیت‌نامه بیرون کنم، ناگهان به یادم آمد که من از مال دنیا چیزی ندارم که اینطور با دست و دلبازی آن را به زن و فرزندانم بذل و بخشش کردم. اموال و املاکم در همان آغاز انقلاب توسط همدینان پرهیزکار و متقی و با ایمان من که به قول خودشان منقلب شده و انقلاب کرده بودند غارت شد و به تاراج رفت. یعنی خانه ای را که با خون و دل ساخته بودم، هموطنان مؤمن مسلمانم تصاحب کردند که مکانی برای عبادت شبانه روزی خود به درگاه خدا داشته باشند. چند قطع زمینی هم که از پدرم به ارث برده بودم، توسط امام جمعه ولایتمان یعنی اهر و دار و دستش ظاهراً به نفع پاسداری از بیزه های از رمق افتاده اسلام عزیز مصادره گردیده است. اساس و اسباب خانه هم نیز به وسیله پاسداران جانبرکف اسلام ناب محمدی به عنوان غنیمت به یغما رفته است. تنها چیزی که توانسته بودم از دست مجاهدین غیور اسلام نجات دهم جان ناقابلم بود. جانم را هم نه به رایگان بلکه با پرداخت مبلغ هنگفتی از دست مسلمانان مؤمن و مقدس که برای تبرک انقلابشان نیاز به خون قربانی انسان ایرانی داشتند به در بردم. به گونه ای که هنوز هم بدهکار کسانی هستم که هزینه فرار مرا از مملکت امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف فراهم کرده بودند. با یادآوری اوضاع و احوالم نزدیک بود در آستانه رفتن از این جهان از کوره در بروم که نهیبی به خودم زدم که مرد حسابی، تو نزدیک 30 سال همه این مصائب را با متانت و بردباری تحمل کرده ای. حال که وقت رفتنت فرا رسیده است، برای چه غم از دست دادن مال دنیا را میخوری؟ مگر تو هم مانند آیات عظام، علمای اعلام و حجج اسلام فکر میکنی که مال و منالت را با خود به قبر و دنیای آخرت خواهی برد؟ با نهیبی که به خودم زدم آرام گرفتم.
وصیت‌نامه‌ام را مچاله کردم و در سطل کاغذهای باطل انداختم و راحت و آسوده برای مردن آماده شدم. بگذاریم از این که باز هم از سر لجبازی به جای این که رو به قبله یعنی مکه معظمه یا به سمت اورشلیم نخستین قبلگاه مسلمانان دراز بکشم، پشت به آن دو مکان و رو به خانه وطن خود ایران دراز کشیدم و خوابیدم. میخواستم مردنم و سفر آخرتم را نه از طریق مسجد الحرام یا مسجد الاقصی که میگویند خداوندگار ما آنجا و اطرافش را برکت داده است، بلکه از سمت میهنی که به عزیزی مرا در دامان خود پرورانده بود آغاز کنم. مرگ در غربت. مردن در غربت هم خوب است و هم بد. خوب است که آدم بی سر و صدا دنیا را ترک می کند، بیان که پس از مرگش ببیند که مشتی آدم با نارضایتی و فقط برای رفع تکلیف به خاک سپاریش آمده باشند، و بد بودنش هم به این علت است که آدم جسدش را که بایستی خورد و خوراک کرمها و ریشه های درختان و علفزارهای مملکتش که چراگاه گاو و گوسفند و بز ایرانی است بشود و خاک میهنش را پربارتر کند، آن را هم مانند دیگر مزایا و هنرهایش به خاک زمین کشوری که به آنجا پناه برده است ارمغان می کند. با این حال مردن و دفن شدن در خاک غربت حسنهای دیگری هم دارد که شنیدنی است. از جمله این که آدم دیگر گور به گور نمی شود و یا با نبش قبر مرده آدم را از خواب بیدار نمی کنند. البته این امر درباره امثال من یک لاغبا صدق نمی کند، بلکه شامل حال کسانی می شود که اسم و رسمی دارند و صاحب قدر و منزلتی هستند. مزیت دیگر مردن در غربت این است که آدم را در هر گورستانی که دوست داشته باشد به خاک می سپارند. این که مسلمان است یا یهودی و یا مسیحی و حتی بیدین و ایمان در تعیین محل گور او تأثیر و دخالتی ندارد. امتیاز دیگر مردن در غربت این است که جسد مرده را به جای اینکه در یک کفن کتانی بپیچند و ته قبری پر از خاک و گل بیندازند و دل بازماندگانش را کباب کنند، در گذشته را با بهترین لباس او و با شیک‌ترین کرواتی که دوست دختر یا همسر محبوب و یا فرزندان عزیزش به او پیشکش کردند ملبس می کنند. زلفانش را شانه و صورتش را با عطر یا ادکلن مورد علاقهش معطر می کنند و حتی عینک مورد علاقهش را هم به چشمان او می زنند و سپس در یک تابوت که چه عرض کنم در یک جعبه شیک و مامانی قرار می دهند. تابوتی که داخل آن را برای راحتی مردگان عزیز با پارچه های نرم و لطیف و رنگارنگ پوشاندند. برای مزید راحتی مرده نیز بالشتی از پر قو زیر سر او می‌گذارند که خواب مرگ برایش گوارا باشد. بعد هم در یک آرامش خاص معنوی او را به گوری می‌نهند که گورستانش گلستانی است پر از درخت و گل با یادبودهای دلنشینی که بر سنگ مزار رفتگان پیشین نوشته شده است. البته درست است که دفن مردگان در تابوت‌های چوبی با حیات دوستی انسان‌ها مغایرت دارد، زیرا برای موجودات زیرخاکی که کلی برای زندگی بشر مفید و سودرسان هستند، زحمت به وجود می‌آورد تا بتوانند به درون این جعبه نفوذ کنند و گوشت لذیذ و گوارای میت را پیش از فاسد شدن به دندان بگیرند. ولی با این اوصاف من آن را هزار بار به کفن پوشیدن و روی خاک سرد ته قبر انداختن ترجیح می دهم. شانس دیگر مردن در غربت این است که در موقع خاک سپاری، چنان که امروزه در خارج از کشور در میان ایرانیان رواج پیدا کرده و ما شاهد آن هستیم، دیگر هیچ آخوندی با عبا و عمامه و ریش و پشم و اخم و تلخ در مراسم حضور پیدا نمی کند. در نتیجه نماز میت و تلقین مرده و تلاوت کلام الله مجید و غیره نیز انجام نمی گیرد. مهمتر از همه این که در بدرقه سفر آخرت دیگر ذکر مصیبت کربلا و کشته شدن علی اصغر و علی اکبر و غیره نیز بدرقه راه میت نمی شود.
به جای خیرات حلوا و خرمای همراه با اخم پخش کنندگان این شیرینی های غم‌آور، از مشایعت کنندگان با آنچه میت در زمان حیاتش دوست داشته است، نه در قبرستان بلکه در سالن های شیک و مرتب همراه با پخش موزیک دلپذیر پذیرایی می شود. مزیت بعدی مردن در غربت که ما در میهن عزیز خود از آن محرومیم این است که برای دهنکجی به آخوندها می توانیم از بازماندگان خود بخواهیم که به جای خاک سپاری ما را بسوزانند. سوزاندن جسد میت علاوه بر مخالفت با شرع مبین اسلام و راحت شدن از مراسم غم‌انگیز و اندوهبار کفن و دفن اسلامی، فرار از دست نکیر و منکر هم محسوب می شود. یعنی قال گذاشتن و علاف کردن این دو فرشته بازجوی عزیز شب اول قبر که بسیار باعث شعف و مسرت خاطر میت و خانواده و دوستانش می شود. تصورش را بکنید، شما مسلمان عزیز پس از طی یک عمر پر از غم و اندوه توأم با عزاداری های دم به دم برای ائمه اطهار و به خصوص شهدای کربلا که هیچ ربطی به شما و میهن و هم میهنان شما ندارند میمیرید. خوشحالید که از دست عمل و عکره این دنیای دین و مذهبتان آسوده شده اید. ولی با حیرت می‌بینید که دستگاه عریض و طویل خدای عز و جل اسلام با میلیون‌ها فرشته مسئول ثبت و ضبط اعمال مردگان مسلمانان به مجرد شنیدن خبر فوت شما با کینه و عداوت خاصی نکیر و منکرشان را به سر وقتتان می‌فرستند. دستگاهی که بدون کمترین تأخیری آدرس محل اقامت شما را با نقشه جغرافیایی شهر و گورستان و اسم و مشخصات مربوطه به نکیر و منکر می دهد و می گوید بدوید و از سر شب بازجویی از این میت نابکار را آغاز کنید. این دو فرشته عزیز هم شب هنگام نفس زنان از آسمان هفتم وارد شهر محل اقامت شما می شوند و در تاریکی و ظلمت شب وارد گورستان شهرتان می گردند. از این قبر به آن قبر فرو می روند و بیرون می آیند. خسته و درمانده و عرق ریزان در به در به دنبال جنازه غسل شده و مطهر گشته شما می گردند. آن دو یک به یک مرده های بدبخت را بیدار می کنند و جویای نامشان می شوند، ولی جنازه شما را پیدا نمی کنند. دمدمای صبح که روشنایی می دمد، هر دو خسته و کوفته مانند خفاشان که شب هنگام به دنبال تومه می گردند و از روشنایی روز وحشت دارند و ملزمند که به لانه های تاریک خود برگردند و به انتظار تاریکی شب و شکار تومه بنشینند، دست از پا کوتاه‌تر بر می گردند به مرکز اداره انبات الهی و گزارش می دهند چنین میتی در قبرستان شهرش پیدا نشده است. حال چه علمشنگهی در دستگاه الهی به وجود می آید بماند. به این صورت ماجرای شب اول قبر منتهی می شود و مرده خوشبخت از سوال و جواب بی سر و ته نجات پیدا می کند. خود همین موضوع به نظر من برای بسیاری لذت بخش است، چرا که وقتی مرده ای را می سوزانند چیزی جز مشتی خاکستر از او باقی نمی ماند. از خاکستر هم نمی شود سوال کرد و نه گرز و عمود بر سر و کله زد که آرامش خواب مرگ او را به هم بزنند. به نظر من اگر مسلمانان هم روز و روزگاری بپذیرند که جسد آنها سوزانده شود، علاوه بر اینکه خیالشان از حضور نکیر و منکر در شب اول قبر راحت می شود که خود این قضیه برای کسی که در شرف مردن است کلی نعمت محسوب می شود، محسنات دیگری هم دارد. از جمله اینکه دیگر مشتی آدم تنبل و بیکاره که کارشان خواندن نماز میت و تلقین مرده از همه جا بی خبر در موقع خاک سپاری است، در قبرستان ها ولو نمی شوند. آنهایی هم که وقت و بی وقت در قبرستان ها بر سر قبر مردگان ظاهر می شوند و از کس و کار مردگان اجازه می خواهند که برای مردهشان قرآن تلاوت کنند، از این شغل بی زحمت و پر درآمد محروم می شوند و به دنبال کسب و کار دیگری می روند. معنی ندارد که یک مشت آدم گردن کلفت و مفت خور به جای اینکه زحمت بکشند و کار مفید و سازنده ای انجام دهند، از طریق گدایی و دریوزگی در قبرستان ها زندگی کنند. در انتظار عزرائیل.
پس از فکر و خیال‌های در همی که پیش از مردن در سرم پیدا شده بود و شرحشان دادم، دراز کشیده بودم و در انتظار رفتن دقیق شماری می کردم. در این حال نیز چشمم را به گوش و کنار سقف و دیوارهای اتاق می چرخاندم که ببینم حضرت عزرائیل، این فرشته رحمت الهی، از کدام سمت دیوار و از کدام روزن و سوراخی وارد اتاق من خواهد شد. در آن لحظات نمیدانم چرا تصورم این بود که حضرتشان از در اتاق وارد نخواهد شد، چون میداند اگر بخواهد از در وارد اتاق شخص در حال فوت شود، هیچ کس در به روی او نخواهد گشود، چه برسد به من. اما من به دلایلی که عرض کردم توجه چندانی به در نداشتم. واقعیت آن بود که تمام مدت چشمم را به سقف دوخته بودم و فکر می کردم که این فرشته رحمت الهی بایستی از آسمان فرود بیاید. راه ورود از آسمان به اتاق نیز بایستی از طریق سقف اتاق باشد، نه از در و پنجره آن که شبها چه از سوز سرما و چه از ترس حرامیان اسلام زده آنها را سفت و سخت می بستیم. در همین موقع به این فکر افتادم که حضرت عزرائیل چگونه خواهد توانست از لابلای سقف سیمانی که حتی آب نیز از آن نمیتواند عبور کند وارد اتاق من شود. این فکر را هم خیلی زود از سر به در کردم. چون به هنرنمایی خداوندگارمان آشنا بودم، به خود می گفتم عبور دادن حضرت عزرائیل از میان سقف سیمانی برای توانای مطلقی مانند خدای ما کار چندان مشکلی به حساب نمی آید. درست است که عبور دادن فرشتگان از لابلای دیوار سیمانی در صفات خداوندگار متعال ذکر نشده و در کتب آسمانی نیز نیامده است، با این حال نباید آن را دلیل ناتوانی او در این امر به حساب آوریم، چرا که ممکن است یا پیغمبر عزیز ما فراموش کرده به این امر اشاره کند و یا اینکه چون در زمان ایشان هنوز سیمان و بتون آرم کشف نشده بود و در مکه ام القرا هم برای ساختن خانه از این وسایل استفاده نمی‌شد، لازم نمی‌دید به آن اشاره نماید. مهمتر از همه اینکه کشف این گونه صفات ها یا هنرنمایی‌های خداوندگار بزرگ بر عهده شریعت مداران عالم به علم قرآن و مفسرین متعهد و کنجکاو در آیات الهی است که بایستی در لابلای آیه ها بچرخند و بگردند و پیدا کنند و بیرون بکشند. اگر هم چیزی در این زمینه ها نیافتند، بر حسب فقاهت و اجازه اجتهادی که دارند خود در این گونه مسائل اظهار فضل دینی کنند و فتوا صادر نمایند. با خود می گفتم مگر نه اینکه این خدا همه عالم را از هیچ آفریده است؟ مگر نه اینکه این خدا با یک چوب دستی که به موسی داد این پیغمبر بزرگش دریا را شکافت تا کلیمی ها از آن عبور کنند و به دست سربازان فرعون نیفتند؟ مگر نه اینکه عیسی ابن مریم مرده 7 روزه لازار را زنده کرد و خودش نیز پس از به صلیب کشیده شدن و مردن دوباره زنده شد و خودی نشان داد و سپس به آسمان رفت؟ مگر نه این که به امر خدا پیغمبر عزیزش محمد با شمشیر خود ماه را 2 شقه نمود، 2 شقه ای که هنوز هم پس از گذشته بیش از 1400 سال به قول علمای اسلام جای شکاف شمشیر رسول الله در کره ماه باقی مانده است؟ انشاءالله روزی که مسلمانان هم مانند کفار توانستند به ماه بروند، محل این شکاف را که با هیچ یک از تلسکوپ ها و ماهواره ها و سفینه های فضایی قابل رؤیت نیست و حتی فضانوردان همان را ندیده اند، کشف خواهند کرد. طول و عرض و عمق آن را مشخص و عکس و شرح و تفصیلاتش را برای امت شهید پرور خود به ارمغان خواهند آورد. و مگر نه این که این خدا خضر پیغمبر و امام زمان شیعیان را بیش از 1000 سال زنده نگه داشته است که مبادا بندگانش احساس بی پیغمبری و بی امامی کنند؟ و ده ها از این مگرها به یادم آمد و به همین علت هم چشم از سقف اتاق بر نداشتم تا چگونگی ظهور یا حضور عزرائیل عزیز را از سقف اتاقم قبل از مردن با چشمان ضعیف خود ببینم. باز هم عنکبوت.
در همین زل زدن‌های جستجوگرانه‌ام بود که یک مرتبه چشمم در روشنایی مهتاب به عنکبوتی کوچک افتاد که در گوشه‌ای از سقف اتاق تک و تنها نشسته و مشغول چرت شبانه خود بود. با دیدن این عنکبوت که داستان معجزه او را در امر نبوت پیغمبر اسلام در زمان هجرتش به مدینه و پناه بردنش به درون غار شنیده بودم، بی اختیار و از سر ذوق و شوق جیغ کوتاهی شبیه جیغ بنفش کمرنگ کشیدم و به خودم گفتم ای دل غافل، حضرت عزرائیل برای قبض روح من به شکل عنکبوت ظاهر شده است. با پیدا کردن این پندار در سرم با دقت تمام توجهم را به این عنکبوت فسقلی معطوف کردم. اما عنکبوت بیچاره که تنها تر از من بود، چنان ساکت و آرام به سقف اتاق چسبیده بود که انگار کمترین نشانی از حیات در وجود مبارک او نبود. در این فکر بودم که آیا این عنکبوت همان حضرت عزرائیل سلام الله علیه می باشد یا نه؟ یک مرتبه دیدم حیوان تکانی خورد و من خوشحال شدم که در برداشت خود اشتباه نکرده و برنامه قبض روح من در شرف انجام است. لذا خود را آماده تسلیم جان به نماینده معظم و مکرم جان آفرین کردم. اما با تأسف و تأثر دیدم که عنکبوت بی مروت پس از طی چند سانتی متری از نو به سکون سابقش برگشت و بار دیگر به چرت زدن مشغول شد. در این موقع به یاد آوردم که حضرت عزرائیل بنا به روایت از پیغمبر عزیزمان دقیقاً سر زمان تعیین شده به سراغ مسلمانی که قرار است جانش را بگیرد حاضر می شود. لذا فکر کردم شاید هنوز وقت و موعد جان دادن من فرا نرسیده است و حضرتشان در انتظار ساعت و دقیقه و ثانیه است که در لوح محفوظ نوشته شده است. در این فکر و خیال بودم که این بار عقل گستاخ و بی‌پروای من نهیب زد که مرد حسابی، شخصیتی مانند حضرت عزرائیل مگر بیکار است که در قالب یک عنکبوت ساعتها گوشه ی سقف حقیر اتاق تو چون باتمه بزند که لحظه مردن تو فرا برسد؟ خجالت هم خوب چیزیست، فهم و شعورت کجاست؟ عقل لجام گسیختم آنچنان طعنه هایی از دست من به من زد که مرا از خودم و از برداشت های ساده لوحانه ام شرمنده ساخت. با این حال ساعتی و شاید هم ساعت ها فکر و خیال من با این عنکبوت فسقلی مشغول بود. اینکه آیا این عنکبوت حضرت عزرائیل است یا نه؟ اینکه آیا وقت مردنم فرا رسیده است یا نه؟ کم کم داشتم از مردن دل سرد و از رفتن پشیمان می شدم که یک لحظه نفسم بند آمد. بیان که حضرت عزرائیل را به چشم ببینم یا عنکبوت کذایی از شکل و شمایل حشره‌ای خود به صورت فرشته مرگ ظاهر گردد، مردم. اندیشه های پس از مردن. راحت و آسوده، بی درد و رنج و بی هیچ گونه مشکلی که در روایات مردن شنیده بودم، رخت کهنه زندگی را از تن در آوردم و آن را برای به گور نهادن باقی گذاشتم و خود از این دنیا رفتم. یعنی نه از حضرت عزرائیل اردنگی خوردم، نه مزه زخم داس مرگش را چشیدم و نه از نهیب خشم و غضب او لرزه بر اندامم افتاد. جانم هم برخلاف گفته قرآن و احادیث و روایات قدسی و نبوی و معتبر و نامعتبر به راحتی از تنم بیرون رفت. یعنی به همان گونه که خواب مرا در می‌ربود، این بار مرگ مرا با خود برد. درست به همان لذت بخشی زمانه به خواب رفتن. قبل از ادامه ماجراهای مردنم لازم می دانم که دلیل حضرت نامیدن عزرائیل را شرح دهم که خوانندگان نپندارند که من از ترس این فرشته او را با الفاظ احترام‌آمیز مانند حضرت می نامم. نه، اینطور نیست. واقعیت این است که من در مطالعات خصوصیات فرشتگان مقرب الهی بیان که به وجود آنها معتقد باشم، به دو فرشته از میان مقربین و معززین الهی احترام خاصی قائلم. همیشه هم آنها را با القاب احترام‌آمیز مورد خطاب قرار می‌دهم. نخستین آنها حضرت شیطان است و دومین فرشته حضرت عزرائیل می‌باشد.
همانطور که می‌دانیم شیطان همان فرشته‌ای است که مطابق نوشته قرآن در روز خلقت با گردن کلفتی و رشادتی بی‌نظیر جلوی خدا ایستاد و به امر او گردن ننهاد و حتی خلقتش را به سخره گرفت. بعدها هم همین فرشته گستاخ و گردن فراز در باغ عدن نخست حوا اولین زن عالم خلقت خدا را فریب داد. در واکنش به این فریب بود که زن در اسلام به گفته علی ابن ابی طالب به ناقص العقل معروف و مشهور گردید. بعد هم به وسوسه همین بانوی گستاخ حوا بود که آدم ابوالبشر راضی شد تا همراه او از میوه درخت معرفت میل کند. آن دو پس از تناول میوه درخت معرفت صاحب عقل و درایت گردیدند. به زبان دیگر شیطان برخلاف پروردگار عالم که هیچ التفاتی به عقل و خرد ندارد، سر و کارش با عقل و خرد است و دوستارانش هم عقلا هستند. بزرگترین هنر شیطان پایه‌گذاری اصل چون و چراست که در نخستین روز خلقت تخم آن را در دهان آدم گذاشت و او را به سرکشی و تمرد در مقابل احکام تعبدی خدا واداشت. تخمی که هنوز هم خردمندان آن را بهانه‌ای برای فرار از اجرای احکام الهی قرار می‌دهند و به امر و نهی‌های خدا اعتباری قائل نیستند و اعتنایی هم به آنها نمی‌کنند. عزرائیل نیز بعد از شیطان تنها فرشته به درد بخوری است که در دستگاه عریض و طویل خدای یکتا وجود دارد. او در میان میلیون ها فرشته بیکار که وظیفه‌ای جز تسبیح گفتن خدا ندارند، شغل و کار مفید و سودمندی دارد. فرشته ای است که انسان در بدترین شرایط زندگی خود به دست او از این نعمت به درد نخوره ارحم الراحمین راحت می شود. عزرائیل با هیچ انسانی ندوستی دارد و ندشمنی. وقتی هر انسانی از زندگی سیر می شود و به دنبال رها شدن از درد و رنج زندگی می افتد، به سراغ او می آید و به دادش می رسد و با گرفتن جانش او را از زندگی بی ثمری که در سنین پیری به هیچ دردی هم نمی خورد راحت می کند. بنابراین می بینید که حضرت نامیدن این دو فرشته از سر ترس و واهمه از آنها نیست، بلکه به خاطر وظیفه نیکیست که می گویند بر عهدهشان قرار دارد. باری، مردن برخلاف برداشت‌های ما انسان‌ها که به تلقین ادیان و مذاهب در ذهنمان رسوخ کرده است، بسیار آسان و در مواردی بسیار لذت بخش است. وقتی آدم می‌میرد، مثل این است که بعد از یک روز کار سنگین و بدو بدو کردن‌های بی ثمر و احیاناً با ثمر به رخت خواب بیفتد و به خواب رود. البته به شرطی که قبل از خوابیدن مثل من ساعتها با افکار و اندیشه های پریشان خود کلنجار نرود. این را هم باید یادآور شوم که مردن هیچ ربطی به دین و مذهب، به خدا و پیغمبر و افراد و اشخاص حقیقی و موهوم و دستگاه های پرتن تراغ دکانداران دین و مذهب ندارد. چون انسان قبل از اینکه پای دین و مذهب به زندگیش باز شود و جماعتی به نام نبی و رسول پای موهومی را به نام خدا به معرکه حیات و هستی او بکشند، می مرد و فراموش می شد. هیچ گونه دلهور و نگرانی هم که ادیان و مذاهب برای مردن می بافند و راه می اندازند در این میان وجود نداشت. تا آنجا که در تاریخ سرگذشت حیات انسان درج شده و خود ما نیز شاهد و ناظر زندگان هستیم، خداوندگار عز و جل در طول عمر انسان هیچگاه کاری به کار او ندارد. هیچ وقت هم نشانه ای از حضور خود در روند زندگی انسان بروز نمی دهد. به عبارت دیگر، خدا چه باشد و چه نباشد به کار خود مشغول است و کاری هم به کار ما انسانها ندارد. از این رو ساده لوحی محض است که ما فکر کنیم خدایی که در زمان زنده بودن من کاری به کار من نداشته است، پس از مردن ما بخواهد به سراغ من بیاید و خوابهای بی پایه و اساسی را که پیغمبران برای ما دیدند با مرده ما انجام دهد. بگذاریم از این که اگر چنین باشد، بایستی این خدا را خدای مردگان بدانیم، نه خدای زندگان. خدایی که در زندگی انسان هیچ نقشی بازی نکند و همه دخالت خود را به امور دنیای پس از مرگ انسان حواله دهد، بایستی خدای مردگان باشد.
گفتن ایست که در گذشته و در زمان خدایان متعدد ما همانطور که خدای زندگی داشتیم، خدای مرگ هم داشتیم. مردگان نیز صاحب خدا بودند که خود قصه جداگانه ای دارد. اینکه فلان آخوند یا بهمان کشیش و خاخام به نقل قول از پیغمبران خود میگویند بعد از مردن انسان تازه سر و کله خدای عزوجل پیدا خواهد شد، یک دروغ محض است. ناسلامتی، ما انسان ها صاحب عقل و شعور هستیم و میباید این قضایا را بفهمیم و منظور این دروغگویان و قصد و غرضشان را درک کنیم. عجیب تر از همه این که خود حضراتی که ما را به خدای مردگان حواله می دهند کمترین تلاشی برای دوران بعد از مردنشان و اینکه از دست عذابهای آنچنانی آخرت نجات پیدا کنند انجام نمی دهند. اما شب و روز به گوش ما ساده دلان می خوانند که برای خوشنودی خدا و برای فرار از عذابهای دنیای دیگر او چه کنیم و چه نکنیم. صد البته که پرداخت حق و حساب دینداری و خداپرستی خود را به حضرات نباید فراموش نماییم، یعنی بایستی با رضا و رغبت و به موقع و بدون کم و کسر بابت خداپرستی، آن هم از کانال دار و دسته فلان پیغمبر یا بهمان امام، درصدی از درآمد خود را به حضرات بپردازیم تا مورد بخشایش خدا قرار گیریم و آمرزیده شویم. به زبان دیگر، وقتی خدا از ما خوشنود می شود و ما را می آمرزد که فلان آخوند و بهمان روزخان از ما خوشنود باشند. حد و حدود خوشنودی آنها هم بستگی به میزان پرداختی ما بابت خمس و سهم امام و غیره دارد. وگرنه هیچ ربطی به نماز خواندن و روزه گرفتن و انجام دیگر فرایض دینی ما ندارد. یعنی هرچه ما بیشتر به آخوندها پول بدهیم، به همان نسبت خدا از ما خوشنودتر می شود و در نتیجه همه گناهان صغیره و کبیره ما را بدون حساب و کتاب می بخشد. جانب دیگر قضیه اینجاست که خداوندگار بزرگ ما با همه توانایی و دانایی و خیر محض بودن، تا به امروز هیچ یک از بندگان خود را از مردن باز نداشته و معاف نکرده است. یعنی به عمر کسی و حتی برگزیدگان خود که به التماس از او طلب چند روز عمر بیشتر داشتند نیفزوده است. این خدا حتی به سرنوشت پیغمبرانی که مدعی نبوت او بودند و سینه برایش چاک می کردند کمترین توجهی نداشته و در بیماری و گرفتاری آنها کوچکترین کمکی به حضرات نکرده است. چون این خدایی که توجهی به برگزیدگان خود نداشته است، مسلماً به دیگر بندگان خود که من و شما باشیم توجهی مبذول نمی کند. این که میگویند خدا پس از مرگ به حساب و کتاب بندگانش خواهد رسید، فقط به این منظور است که بندگان بیچاره را تا آنجایی که مدعیان نمایندگی حضورشان میرسد تلکه کنند و بدوشند و به ریش کوتاه و بلند آنها بخندند. با اینکه انسان بعد از گذشت هزاران سال تلاش و کوشش و کسب تجربه های بسیار گرانبها بالاخره به این واقعیت پی برده است که از مردن نمیتواند بگریزد، با اینکه انسان در حول و حوش خود شاهد زایش و مردن جانداران بسیاری هست که مثل اویند، با اینکه انسان میبیند که اساس و پایه حیات بر زایش و مردن بنا نهاده شده است، با این حال همین انسان ساده دلانه و فقط هم به اعتبار گفته های تنی چند پیغمبر عهد عتیق خود را تافته جدا بافته از دیگر جانداران تصور می کند. بر اساس وعده های همین چند پیغمبر می پندارد که پس از مرگ روز قیامتی برپا خواهد شد. در آن روز او را دوباره زنده خواهند کرد و به دادگاه خواهند برد تا دفتر اعمال و کردارش را از دست خداوندگار عزوجل دریافت کند. بعد هم راهی میادگاهی بشود که برایش در نظر گرفته شده است تا جاودانه در آنجا زندگی کند. شگفتی دیگر قضیه اینجاست که بسیاری از مردم، به ویژه اندیشمندان جوامع، به هزار و یک دلیل می دانند که وجود دنیای آخرت و وعده هایی که درباره اش داده اند سرتاپا خیالی و غیر عملی و ناممکن است. با این وصف آنها هم از افشا و برملا کردن این دروغ بزرگ
تفره می روند. به هر رو داشتم می گفتم که من بیان که حضرت عزرائیل عزیز برای گرفتن جانم که دیگر چیز قابل و به درد بخوری هم از آن باقی نمانده بود تشریف بیاورد، بدون زیارت این فرشته رحمت الهی مردم و عطای زندگیم را که 1001 امید و آرزو بران بسته بودم به لقای آن بخشیدم. همه مراسمی که پس از مردن سایرین انجام می‌گیرد، درباره من نیز انجام گرفت و بی آنکه کمترین مشکلی پیدا شود، در یکی از گورستان‌های محل زندگیم دفن شدم. با این تفاوت که به جای در کفن پیچیدن و در میان خاک و خاشاک دفن شدن، به رسم و رسوم دیار کفار عزیز و متمدن، مرا در جعبه‌ای بسیار شیک و زیبا، در حالی که بهترین لباس‌هایم را پوشانده بودند، قرار دادند و به گور نهادند. خوابگاه هم بسیار راحت بود، تا جایی که در همان لحظات قصه‌ام گرفت که چرا زودتر نمردم تا پیش از اینها در این تابوت شیک و راحت بیاسایم. تابوتی که به مراتب از تخت خواب کهنه خانه من راحت‌تر و آرامش بخشتر بود، به خصوص اینکه وقتی هم مرا به گور نهادند اصلا احساس در قبر بودن نکردم، چرا که همچنان خود را در خوابگاه خود احساس می کردم، نه در گودال قبر پر از خاک و خاشاک. در همان هنگام آرزو کردم که ای کاش پس از رفع مزاحمت آخوندهای پیرو رسم و رسوم عهد و ایام جاهلیت عرب از سرزمین نیاکانمان، ایرانیان نیز به جای اینکه جنازه بستگان خود را به شیوه اعراب در کفن بپیچند و درون گودال و در میان خاک و خاشاک دفن کنند، مردگانشان را مانند کفار متمدن لباس شیک بپوشانند و در جعبه های قشنگ قرار دهند و سپس به خاک بسپارند. به نظر من این نوع از خاک سپاری نوعی حرمت گذاشتن به مردگان و تسلی بخشیدن به بازماندگان آنهاست. بعد از مردن دیگر گذر زمان را نمی فهمیدم و اینکه چقدر در زیر خاک بودم برایم روشن نبود. پس از مدت زمانی وقتی که سرانگشتی حساب کردم به این نتیجه رسیدم که شب هنگام فرا رسیده است و به همین علت با تشویش و نگرانی در انتظار تشریف فرمایی نکیر و منکر ماندم. در زمان این انتظار که بسیار هم طولانی بود، باز فکر و خیالهای مغشوش من مثل زمان زنده بودنم به کار افتادند. از خودم پرسیدم عجبا، آیا این دو فرشته نازنین می دانند که من مردم؟ اگر می دانند، خبر دارند که در بلاد کفر و در گورستان کفار و در میان کافران به خاک سپرده شدم؟ اگر به این امر آگاهند، آیا رنج سفر به این سرزمین را به تن شریف خود خواهند داد و به اینجا تشریف خواهند آورد تا سؤال و جواب شب اول قبر من را به تعویق نیندازند؟ اگر حاضر به این سفر دور و دراز باشند، در این شهر درندش و در میان ده ها گورستان که هر یک به وسعت یکی از شهرهای سرزمین عرب مانند مکه و مدینه زمان پیغمبر اسلام است و من در گوشه یکی از آنها به گور خفته ام، خواهند توانست قبر مرا پیدا کنند؟ تازه اگر پیدا کنند با تابوت بسته و میخ و پیچ شده من چه خواهند کرد؟ آن را خواهند شکست؟ یا اینکه همراه خود پیچ‌گوشتی و آچار فرانسه دارند که میخای پیچ شده یه تابوت مرا بدون اینکه نیاز به شکستن آن باشد باز کنند؟ ده ها پرسش بی پاسخ از این دست مرتب به ذهنم می آمد و می رفت. با این حال ساعت ها گذشت و من در خیالات واهی خود بودم و خبری از این دو فرشته عزیز نشد که نشد. عدم حضور این فرشتگان مرا با حالات متفاوتی روبرو کرد. یکی از این حالات این بود که چه بهتر، دست کم از شر سوال و جوابی که از آخر و عاقبت آن بی اطلاع بودم راحت شدم. با خود می گفتم اصلاً چه معنی دارد که شب اول قبر مرده آدم را مجبور کنند که زنده شود و به سوالات بی سر و ته و مهمل آنها جواب دهد. در این لحظه این فکر هم به سرم آمد که خود خدا توسط پیغمبرانش خبر داده است که مرده ها فقط در روز قیامت و آن هم به امر خدا و با دمیدن صور اسرافیل زنده خواهند شد. و
بنابراین از یک مرده آن هم در قبر و زیر خروارها خاک و گل چطور می شود سؤال کرد و جواب خواست؟ اصلا این سؤال و جواب به چه دردی می خورد؟ مگر خداوندگار دانای مطلق خبر از نیک و بد بندگان خود ندارد؟ اگر دارد که لزومی به سؤال و جواب شب اول قبر نیست. اگر هم خبر ندارد، آگاه شدنش پس از مرگ به چه درد می‌خورد و چه مشکلی را حل می‌کند؟ او بایستی در زمان زنده بودن انسان‌ها گریبان خطاکاران را بگیرد که نمی‌گیرد. پس از مردن به سراغ آنها آمدن نه به درد خود او می‌خورد، نه به درد کسان دیگر. او در آیات متعددی از قرآن درباره آگاهی و علم مطلق خود بسیار سخن گفته است. این سخنان حاکی از آن است که به همه جزئیات و کلیات امور هستی آگاهی دارد. بنابراین دیگر چه لزومی دارد که بعد از مردن انسانهای بدبخت مسلمان و فقط هم مسلمانان بازجویان شکنجهگر خود را به سراغشان بفرستد و بپرسد که چه کردند و چه نکردند؟ ضمن اینکه با پرسش و پاسخ شب اول قبر خود به خود موضوع وجود کرام الکاتبین هم به مخمصه می افتد. گویی قادر و دانای مطلق به این دو فرشته مسئول ثبت و ضبط اعمال و کردار انسانها هم اعتماد و اطمینان ندارد، یا اینکه وجود و حضور این دو مأمور خبرچین الهی در دو شانه چپ و راست انسان‌ها نیز مانند بسیاری دیگر از مسائل الهیات از ریشه و بن نادرست است. باری، با اینکه من برای روز مبادا تمام پاسخ پرسش‌های نکیر و منکر را حفظ کرده و به حافظه‌ام سپرده بودم، با این حال از انجام نگرفتن این بازجویی بی‌موقع و بی‌جا خوشحال بودم. این خوشحالیم وقتی بیشتر شد که فکر کردم همه کسانی که در بلاد کفر میمیرند مثل من از سوال و جواب معافند، به خصوص کسانی که مانند من کفرگویی هم کرده باشند که کلی از آخر عاقبت آن هراسناک هستند. به این ترتیب این عزیزان میتوانند شب اول قبر را به آسودگی و با خیال راحت به سر برسانند، بیان که عمل و عکره خدا مزاحم آنان شوند. در این هنگام فکر دیگری هم به سرم آمد و در شب اول قبر و در میان تابوت شیک و راحت خود کلی مرا به خنده انداخت. این فکر از آنجا پیدا شد که به خود گفتم دنیای مردگان کفار نیز باید با دنیای مردگان مسلمانان فرق داشته باشد. یعنی همانطور که دنیای زندگان آنها هم از هم جداست و کلی با هم فرق دارد، دنیای مردگانشان نیز میبایست از هم جدا و متفاوت باشد. درست است که پیغمبر اسلام در چند جای کتاب خود رسماً و صراحتاً اظهار کرده که خدای ما مسلمانان همان خدای ابراهیم، اسحاق، اسماعیل، یعقوب و موسی و عیسی است، یعنی همه ما خدای واحدی داریم. اما می دانیم که بعدها در همین قرآنش احکام دیگری صادر کرده که نخیر، هیچ دینی جز اسلام پذیرفته نیست. یعنی حرف قبلی خود را پس گرفته و به جز اسلام سایر ادیان را مردود شمرده که بیشک شامل حال خدا و عمل و عکره او در ادیان دیگر هم می شود. از طرف دیگر می دانیم که آبای کلیسا و خاخامهای یهود نیز دین اسلام و پیغمبری محمد ابن عبدالله و خداوندی الله اکبر او را هرگز به رسمیت نشناختند و مسلمانان را خدا پرست نشمردند. یعنی اینکه خدا و فرشتگان مسیحیت و یهود که اسلام آن دو دین را قبول ندارد و پیروانش را کافر قلمداد می کند، با خدا و فرشتگان اسلام فرق دارد. به این ترتیب می بایستی دنیای پس از مرگ هر یک از این ادیان هم دم و دستگاه خاص و جداگانه ای داشته باشد. یعنی فرشتگان دنیای مسیحیت که من در سرزمین آنها سر بر خاک نهاده ام با فرشتگان دنیای اسلام از یک قماش نباشند. بنابراین آمد و رفت فرشتگان دین اسلام به سرزمینی که اقامتگاه فرشتگان دین مسیح است نیز نباید به آسانی امکان پذیر باشد. البته من به قطع و یقین نمی دانم که فرشتگان این چند دینی که فعلا زنده و پا بر جا هستند آیا می توانند در محدوده دنیای مردگان یکدیگر عیاب و ذهاب کنند یا خیر.
آیا آمد و رفت آنها به رسم دنیای خاکی نیاز به کسب روادید یا ویزای ورود به سرحدات یکدیگر است یا نه؟ و آیا فرشتگان هر دین و آیینی می توانند همینطور سرشان را زیر بیاندازند و وارد دنیای مردگان یکدیگر گردند؟ چنان که در این رفت و آمدها به چنگ مأمورین امنیتی فرشتگان ادیان دیگر بیفتند، چه بلایی بر سرشان خواهد آمد؟ آیا آنها را گروگان می گیرند؟ به جاسوسی متهم می کنند؟ به زندان می اندازند و آزار و شکنجه می دهند؟ و الی آخر؟ با این همه گاهی هم این فکر به سرم می آمد که آیا با نیامدن نکیر و منکر رو رد و بدل نشدن سوال و جواب شب اول قبر من از مزایای دین اسلام محروم نشدم؟ زیرا قبل از مردن من به دین مسیح مشرف نشده بودم و مرا غسل تعمید نداده بودند که از مزایای مردگان دین مسیح برخوردار شوم. یک لحظه هم این پرسش به سرم زد که آیا من از اینجا رانده و از آنجا مانده نشدم؟ یعنی از مزایای مردگان اسلام محروم و از امتیازات مردگان مسیحی باز نماندم؟ قدری که بیشتر در این باره فکر کردم به این نتیجه رسیدم که من مردم و باید خاک شوم و دیگر نیازی به هیچ یک از وعده هایی که ادیان و پیروانش می دهند ندارم. از آن گذشته اگر من بخواهم به وعده و نویدهای آنها دل خوش کنم، میلیون ها یا میلیارد ها سال باید به انتظار بنشینم تا دنیا به آخر برسد و رستاخیز برپا گردد و به حساب و کتاب من برسند. بنابراین چه بهتر که گرفتار چنبره هیچ یک از ادیان نشدم و بیان که نگران پیامدهای خوابی که پیغمبران عزیز برای ما دیده اند باشم، دوران مردگی خود را به پایان خواهم رساند. البته اگر پایانی برای آن متصور باشد. فکر کردن و همزمان خیال پرداز بودن ضمن اینکه کار بسیار لذت بخشی است، آدم را مشغول و سرگرم نگه می دارد و در این حال نیز انسان را به سردرگمی می کشاند، حتی مرده آدم را. وقتی من از آمدن نکیر و منکر تا حدودی ناامید شدم، به این اندیشه افتادم که خب حالا چه باید کرد؟ آخر و عاقبت هم چه خواهد شد؟ بعد هم این دلهوره به جانم رخنه کرد که اگر قرار باشد من تا روز قیامت همینطور با فکر و خیالهای درهم کلنجار روم، چه سرنوشت بدی خواهم داشت؟ مگر ممکن است آدم تا روز قیامت در قبر خود انتظار بکشد و همزمان نیز با فکر و خیالهای بیهوده کلنجار رود؟ داشتم از قصه بلا تکلیفی به پشیمانی دچار می شدم که چرا دستی دستی خودم را از جرگه مسلمانان خارج و بی آنکه به دین مسیحیت یا یهودیت بپیوندم دنیا را ترک کردم، به خصوص وقتی که می دیدم تک و تنها و بدون هیچ روزنه امیدی در گوشه ای از قبرستان کفار غریب و بی کس و بی همدم ماندم. در همین هنگام یاد زمانی افتادم که در هفت خانه آخرت وقتی همراه ازرائیل پیش از اینکه بمیرم به درخواست خود توسط او به گور نهاده شده بودم تا در زنده بودنم منازل هفتگانه مرگ را طی کنم، در آن روز ازرائیل مرا به رسم مسلمانان غسل داد و کفن پوشاند و برایم نماز میت خواند و پس از تلقین به خاک سپرد. در قبر هم پس از دیدار نکیر و منکر که شرح آن داده شده، چون در انتظار روز قیامت بی صبری از خود نشان می دادم، به توصیه ازرائیل به خواب رفتم. آرزوهای من. خدا برای دوران بعد از خود و اینکه باورمندانش پس از وی به گمراهی نیفتند، هفت پیام داده است که راه گشای مسیر زندگی دوران بی خدایی بشر باشد. در هنگام ابلاغ این پیام خدا به صراحت گفت: اگر صاحب نظران این هفت پیام را با تأمل و تعمق بررسی کنند و مواردی که ممکن است ما از اشاره به آنها غفلت یا کم توجهی کرده باشیم بیفزایند، این اصول می تواند در آینده برای سلامت و سعادت جامعه انسانی سودمند و کارساز باشد.
در پیروی از خواسته خدا، من به عنوان اولین کسی که پیام او را شنیدم، نظرات خود را تحت عنوان آرزوهای من عرضه می کنم. با این یادآوری که آرزوهای من برعکس پیام خدا که خطاب به کل جامعه بشری است، صرفاً برای هموطنانم می باشند. روی سخنم نیز با جماعتی از آنهاست که می پندارند بدون پیروی از یک دین نمی توانند مؤمن و خدا پرست باشند. نکاتی هم در شناخت درست دین خدا ارائه می شود تا برداشت اشتباهی که در مورد مسائل اعتقادی به ما تلقین کرده اند روشن گردد. دین از دیدگاه همه علمای ادیان توحیدی از جمله اسلام عبارت است از این که به تمامی آنچه که خدا نازل کرده و عمل بدان را واجب نموده ایمان بیاوریم. بنابراین تعریف روشن است که آنچه پیغمبران خارج از پیام خدا گفته یا کرده اند، یعنی حدیث و سنت، ارتباطی به دین و اعتقاد به خدا پرستی ندارد. ما این واقعیت را می توانیم از گفته های خود خدا در کتب آسمانی هر یک از ادیان استخراج کنیم. به عنوان مثال، خدا به صراحت به پیغمبر اسلام یادآور می شود که نباید آیاتی جز به اذن خدا بیاوری. لزومی هم به تعریف و تفسیر کلمه آیه نیست، زیرا آیه در شریعت اسلام یعنی احکام الهی که به صورت وحی بر پیغمبر نازل شده است. از سوی دیگر در کتاب قرآن که به قول پیغمبر اسلام کلام وحی خداست، در آیات متعددی وظیفه و تکلیف خود پیغمبر را روشن و به او گوشزد کرده است. نمونه های این تذکرات را ما از کتاب راهنمای محتویات قرآن نوشته صادق، یکی از محققین سرشناس، عیناً نقل می کنیم. نویسنده در صفحه 46 کتاب خود نوشته است: طی اقلن 35 آیه نوع رسالت پیامبر و وظیفه‌ای که خدا بر عهده او گذاشته بیان شده است. او مژده دهنده، بیم دهنده و پند دهنده است. بارها گفته شده که تکلیفی جز این و به جز خواندن مردمان به سوی خدا و پند دادن به آنها و امر به معروف و نهی از منکر بر او نیست. مکرر در مکرر تأکید شده است که پیامبر را کاری جز رساندن پیام نیست. انما علیک البلاغ المبین. او نه نگهدارنده مردمان است، نه کارگزار و صاحب اختیار آنها. چنان که مردمان در مقام مجادله با او برایند، او باید به نرمی و با گفتار نیک پاسخ دهد و بگوید من ولی شما نیستم. و اگر او را انکار و تکذیب کنند، باید آنها را به خدا واگذارد. عرب می گفتند، اگر از جانب خدا هستی، چرا معجزه یا گنجی نمی آوری؟ چرا فرشتگان همراهت نیستند؟ و پیامبر می گفت، معجزه در دست خداست، اگر بخواهد می فرستد. اما معجزاتی هم که با رسولان گذشته فرستاده، از انکار مردمان نکاست، من نه غیب می دانم، نه فرشتم و نه خزانه های خدا را در دست دارم، بلکه مانند شما از نوع آدمیزاد هستم. فرق من با شما این است که به من وحی می رسد. خدا به پیامبر می گوید، تو نمی توانی کور را بینا یا کر را شنوا و یا مرده را زنده سازی. اگر مردمان از تو روی گرداندند، بگو من نیستم مگر مأمور رساندن پیام. ما تو را حافظ و وکیل و کارگزار آنها ننمودیم. آنچه در این بخش از کتاب راهنمای محتویات قرآن ذکر شد، چکیده‌ای بود درباره وظیفه پیامبر اسلام. در تمام آیات قرآن نیز از امتیازاتی که بر خانواده و اهل بیت او تعلق می‌گیرد، صحبتی به میان نیامده است. بنابراین اگر یک فرد مسلمان به خدا اعتقاد دارد، بایستی فقط به پیامی که به صورت وحی به پیغمبر اسلام نازل گردیده و در کتاب او یعنی قرآن درج شده است پایبند باشد. هر مطلبی که پیامبر گفته یا کرده که خارج از قرآن است، ربطی به دین و ایمان به خدای یگانه ندارد.
مضافاً این که هیچ پیامبری هم از جانب خدا مبعوث نشده که بخواهد خارج از مقوله خداپرستی مردم را به پرستش خود و خانواده و بستگانش دعوت کند یا برای خداپرست بودن مردم از آنها چیزی یا مالی طلب نماید، چه برای خود و چه برای بستگانش. از این رو به هم میهنانم که میل دارند خدا را حتما از طریق دین اسلام بپرستند، توصیه می شود که با مراجعه به قرآن، تنها مرجعی که پیام خدا در آن ثبت شده است، این مسائل را بخوانند و بدانند که برای خدا پرست بودن نیازی به هیچ کس و هیچ واسطه ای ندارند، حتی پیغمبران، چه برسد به بستگان آنها. با این توضیحات کوتاه و با توجه به پیام هفتگانه خدا که در وصیت‌نامه او آمده است، آنچرا که من برای هم‌میهنانم آرزو می‌کنم به کوتاهی بیان خواهم کرد و امیدوارم که با تأمل و تعمق به این آرزوها که یقیناً آرزوهای هزاران هزار انسان دلسوخته ایرانی است توجه کنند. اگر هم خودشان آرزو و رهنمودهایی برای سلامت جامعه و سعادت هم‌میهنانمان دارند، به توصیه خدا مثل من بگویند، بنویسند و منتشر کنند. شاید به این وسیله با آگاهی و هوشیاری مردم بشود از اوضاع و احوال فلاکتباری که به بهانه دین و مذهب و ایمان به خدا گریبان ما را گرفته است نجات پیدا کنیم. 1. آرزوی اول من این است که هم میهنانم با دقت پیام هفتگانه خدا را بخوانند. اگر آنها را برای خود و جامعه ایران سودمند تشخیص دادند، خود بدانها عمل کرده و دیگران را نیز به این امر دعوت کنند. در توضیح این آرزو تذکری دارم به خدا باوران، و آن این است که پیام هفتگانه خدا به همان صورتی که آیات الهی به دیگران نازل شده به من هم رسیده است. یقیناً هر انسان دیگری مثل من با نیت پاک به خدا فکر کند، او هم می تواند با آفریدگار خود ارتباط پیدا کند و از نظرات وی آگاه شود. چون خدا به خاطر دارا بودن صفت قادر مطلق می تواند با هر یک از مخلوقات خود در هر زمان و هر مکانی تماس بگیرد. هیچ کس هم نمی تواند مانع ارتباط خدا با بندگانش باشد. اما درباره خدا ناباوران، آنها هم نباید به دلیل اینکه دیدار و گفتگو با خدا غیر ممکن است سخن مرا مردود بشمارند، زیرا خود آنها به خوبی با مفاهیم وحی، الهام و دیدار و غیره در مسائل الهیات آشنا هستند و می دانند که همه مطالبی که تا کنون از جانب خدا گفته شده است برداشت و اندیشه های کسانی بوده که چنین ادعاهایی کردند. از این رو این جماعت باید به نوشته های من هم با این دیدگاه نگاه کنند. 2. آرزوی دوم من این است. کسانی که دوست دارند حتما خدایی داشته باشند و بدون خدا امورات زندگی آنها نمی چرخد، باید میان خدا پرستی و پیغمبر پرستی تفاوت قائل شوند. این دو مقوله کاملا متفاوت را با هم مخلوط نکنند. به گفته قرآن، وظیفه پیغمبران فقط ابلاغ آیات الهی بوده و جز آن مسئولیتی نداشتند. پیام رسانی نیز امتیاز خاصی محسوب نمی شود که بخواهیم برای پیام آورنده عز و قرب ویژه‌ای قائل شویم. 124 هزار نفری که در قوم سامی ادعای نبوت کرده اند، همگی افرادی بودند که به خدا فکر می کردند. آنها خدا را در یاد، خواب و رویا می دیدند و یا صدای او را در عالم خلسه و از درون خود می شنیدند. گفتنی است که این امر برای هر انسانی اتفاق می افتد، چنانکه برای من نیز بارها اتفاق افتاده است. در این میان بعضی اشخاص مانند من خواب و رویای خود را برای دیگران تعریف می کنند یا می نویسند. بسیاری هم سکوت اختیار می کنند، اما عده‌ای به منظورهای خاصی خواب یا رویای خود را به عنوان بعثت خیش در مقام رسول خدا قلمداد و به مردم منتقل یا تحمیل می کنند.
نمونه روشن این ادعا را ما در مورد پولس رسول می‌بینیم که با رویای جاده دمشق خود مسیحیت را پایه‌گذاری کرد. نمونه دیگرش پیغمبر اسلام است که خواب خود را در غار حرا سرآغاز نبوت خود قلم داد و دین اسلام را برپا کرد. غرض این است که نیازی نیست انسان برای ایمان به خدا حتماً به دامان این یا آن شخص حتی پیغمبران بیاویزد و به متولیان ادیان و مذاهب متوسل شود. 3. آرزوی سوم من این است که وقتی پای پیغمبران از مقوله خداشناسی و خداپرستی بیرون گذاشته شد، پای کسانی هم که به خاطر منسوب بودن به آنها خود را تافته جدا بافته از دیگران می دانند کنار گذاشته شود. حق و حقوق ویژه‌ای بابت بستگی نسبی یا سببی با پیغمبران شامل حال آنها نشود. مانند امتیازاتی که پیروان مذهب شیعه برای امامان، امامزاده ها و سادات اولاد پیغمبر قائلند. خداپرستی حتی به پیغمبر پرستی هم ارتباطی ندارد، چه رسد به پرستش بستگان پیغمبر. وقتی خدا به زبان صریح خود در قرآن گفته است که پیغمبر اسلام که رسول او بوده نه غیب می داند، نه فرشته است و نه خزانه های خدا را در دست دارد، معلوم نیست به چه دلیلی بعضی ها فکر می کنند که بستگان پیغمبر اسلام و نوادگان دختری او صاحب چنان کرامات و معجزاتی هستند که می توانند بیماران را شفا دهند، فقرا را ثروتمند کنند، ظالمان را به سزای اعمالشان برسانند، شفیع آمرزیده شدن گناهکاران شوند و بسیار کارهای غیر ممکنی که خود پیغمبر اسلام نیز از انجام آنها عاجز بوده، این عزیز کرده های بی جهت قادر به انجامش هستند. کسانی که در زمان حیات خود حتی قادر به حفظ جان خیش و فرزندانشان نبودند، چنان که نمونه روشن آن را ما در کشته شدن علی در مسجد کوفه و کشتار واقعی کربلا دیده ایم. به چه علتی بعد از مردنشان صاحب این همه قدرت شده اند معلوم نیست، در حالی که مطابق اسناد و مدارکی که از مورخین به دست آمده، این بزرگواران در زمان زنده بودنشان کوچکترین اثری از آنچه از زیارت مزار و مقبره آنها حاصل می شود از خود نشان نداده اند. آیا وقت آن نرسیده که ما در مسائل اعتقادی خود دست از این گونه باورهای خرافی برداریم و امام و امامزاده بازی را از اعتقادات دینی خود بیرون بریزیم و دست از زیارت قبور آنها و حاجت طلبیدن از مرده های هزار ساله برداریم؟ مگر زیارت قبور مردگان نوعی بت پرستی نیست؟ مگر خود پیغمبر اسلام که اکثر ایرانیان پیرو آیین او هستند، تمام تلاش 23 ساله خود را صرف آن نکرده بود که این نوع اعتقادات را از سر مردم برافکند و به مردم بقبولاند که برای ارتباط با خدا به هیچ واسطه و دلالی نیاز ندارند؟ مگر پیش از اسلام هم بت پرستان عرب نمی گفتند که بت‌ها میان ما و خدا شفیع هستند؟ درست همین سخنانی که شیعیان درباره زیارت امامان و امامزاده ها می زنند. آیا توسل جستن به مردگان بدتر از بت‌پرستی بت‌پرستان محسوب نمی شود؟ آیا چنین اعمالی ارتباطی به دین اسلام و پرستش خدای یگانه دارد؟ مطلب دیگری که در این مورد نیاز به یادآوری دارد این است که ملت ما یک روزی باید معرکه های عزاداری برای فوت امامان و کشته شدگان کربلا را با عقل و خرد خود بسنجد و ببیند که هدف از این همه ماتم در این همه سال چیست؟ چرا باید برای کسانی که بیش از هزار سال پیش به هر دلیل و بهانه‌ای مرده یا کشته شده اند این طور ناله و زاری کنند؟ چرا باید برای کسانی که هیچ نوع ارتباطی با ملت ایران نداشتند در تمام طول سال به عذاب نشینند، گریه و زاری راه بیندازند و برایشان سینه و زنجیر و قمه بزنند؟ این بزرگواران در حق مردم ما چه خدمتی کردند؟ چه عمل مثبت و چه کار نیکی انجام دادند که ما این چنین خودمان را آن هم به وضع شرم‌آوری آزار و اذیت می‌کنیم؟
اگر به سرگذشت زندگی این بزرگواران نگاه کنیم، می‌بینیم که هیچ یک از آنها کارستانی نه برای اسلام انجام دادند و نه برای مردمان دیگر، به خصوص برای ملت ایران. آنچه از این بزرگواران به یاد مانده این است که آنها هم از غنایم به دست آمده از ایران به حد کمال مانند دیگر اعراب بهره بردند. زنان و مردان و بچه های ما را یا به عنوان کنیز و برده و غلام در حرمسرا و مزارع خود به کار گرفتند و یا در بازارهای برده فروشی به معرض فروش گذاشتند. به همین دلیل هم هیچ یک از مسلمانان کشورهای دیگر کمترین توجهی به آنها نشان نداده و هنوز هم نمی‌دهند. به جز مردم ساده دل ایران، آن هم به توصیه و تشویق مشتی آخوند که عزاداری و گریه‌زاری برای مردگان هزار ساله را متاع دکان فریبکاری خود قرار دادند. 4. آرزوی چهارم من این است که داستان پرداخت خمس، یعنی سهم سادات و سهم امام، روز و روزگاری از میان مردم ما برافتد. خمس یکی از ابزار و بهانه هایی است که از چند صد سال پیش باعث پدید آمدن جماعتی به نام آخوند شده که بزرگترین مصیبت ها را در طول تاریخ بر سر ملت ما آورده است. مسئله خمس و پرداخت آن به هیچ عنوان ربطی به دین و ایمان به خدا ندارد. در میان مسلمانان جهان هم فقط ما شیعه مذهبان هستیم که خمس می پردازیم. موضوع خمس نخستین بار پس از جنگ بدر که مسلمانان به غنیمتی کلان دست یافته بودند مطرح شد. پیغمبر اسلام پس از این جنگ برای اینکه سهم خود را از غنایم به دست آمده مشخص کند، طبق معمول آیه خمس را نازل کرد و بدانید هر چیزی که به غنیمت گرفتید، یک پنجم آن برای خدا و برای پیامبر و برای نزدیکانی که با شما زندگی نمی کنند و از شما ارث می برند و یتیم ها و بینوایان و مسافرین در راه مانده است، اگر که به خدا و به آنچه در روز فرقان، روزی که دو سپاه با هم روبرو شدند، بر بنده خود نازل نمودیم ایمان آورده باشید و خدا بر هر کاری تواناست. آیه 41 سوره انفال. در این دعایه دو کلمه هست که آخوندهای شیعه مطابق معمول با تحریف و تفسیر دلخواه خود تعریف دیگری از خمس ارائه دادند. نخست غنیمتم، یعنی غنیمت، و بعد لزل قربا، یعنی نزدیکانی که با شما زندگی نمی کنند و از شما ارث می برند است، که منظور پیغمبر اسلام بازماندگان کسانی بود که در غزوات کشته می شدند. غنیمت در زبان عربی به چیزی گفته می شود که در جنگ از دشمن به دست می آید، مانند اسب، شتر، شمشیر، جواهر، ملک و غیره، و به خصوص اسیر جنگی یا برده. به چیزی که با کار و تلاش به دست می آید غنیمت گفته نمی شود. مسلمانان موظف بودند از درآمد خود زکات بپردازند. زکات به گندم، جو، خرما، کشمش، اسب، شتر و گوسفند تعلق می گرفت. آنچه که در آن دوران اعراب از کشاورزی و دامداری حاصل می کردند. در حالی که خمس هیچ ارتباطی به درآمد حاصل از کار مسلمانان نداشت، چنان که پس از جنگ بدر هم در همه غزوات فقط خمس غنایم جنگی به استناد آیه خمس به پیغمبر اسلام داده می شد. این روش بعدها هم در تمام دوران حاکمیت اسلام که مسلمانان در جنگ بودند ادامه داشت و خمس غنایم به خلیفه وقت که امیرالمومنین بود داده می شد، تا اینکه خلافت اسلامی برچیده شد و جنگ های مسلمانان هم به پایان رسیدند. از آن به بعد پرداخت خمس از میان رفت و هیچ مسلمانی در هیچ یک از کشورهای اسلامی خمس نمی پرداخت، حتی مسلمانان ایران، تا اینکه فرزندان قلندر شیخ صفی حکومت مذهبی شیعه را در ایران پایه‌گذاری و آخوندهای وارداتی از جبل عامل و سایر مناطق عرب را عهده‌دار امور شرعی مردم ایران قرار دادند.
آنها بودند که داستان کهنه و متروکه خمس را از نو باب و با تحریف آیه 41 سوره انفال، خمس را به جای غنایم جنگی شامل هر درآمدی کردند. کلمه لزل قربا را هم که آخوندها آن را به سادات اولاد پیغمبر و امامان معنی کرده اند، یک تحریف محرز است. زیرا منظور از لزل قربا در آیه خمس، نزدیکانی که با شما زندگی نمی کنند و از شما ارث می برند، یعنی بازماندگان کشته شدگان و خطاب به کسانی بود که در جنگ شرکت می کردند، نه بستگان و خانواده پیغمبر اسلام. در ضمن توجه داشته باشیم که اگر غرض بستگان پیغمبر بود، اولادان ابوبکر و عمر پدر همسران پیغمبر و عثمان نیز که شوهر دو دختر دیگر او بود بایستی سهمی از خمس دریافت کنند، در حالی که می دانیم به گفته آخوندها خمس فقط به اولاد علی از فاطمه می رسد. خود این امر نیز نشان می دهد که لزل قربا مربوط به بستگان پیغمبر اسلام نبوده است. با توجه به توضیحات فوق ملاحظه می شود که پرداخت خمس که هم شأن نزول آیه آن و هم کاربرد آن مشخص و معین است، نیرنگی است که آخوندها برای کسب درآمد نامشروع خود اختراع کردند. به همین وسوسه هم روز به روز بر تعداد این قشر توفیلی در جامعه ما افزوده می شود. از سوی دیگر آخوندها برای دریافت هرچه بیشتر خمس، معرکه هایی نظیر مجتهد و مقلد را باب و مسلمانان ایرانی را موظف کردند که حتما باید مقلد یک آخوند به نام مرجع باشند و حقوق شرعی خود یعنی خمس را به او بپردازند. در این میان صدور فتوای مجتهد و واجب الاطاعه بودن آن از جانب مقلدین مطرح گردید که نتایج وخیم آن را در آزار و اذیت اهل سنت و پیروان ادیان دیگر نیز شنیده ایم. خروج جمع کثیری از ایرانیان به هند در زمان سلسله صفوی و حمله محمود افغان به اصفهان نمونه بارز آن است. نمونه دیگرش نیز جنگ ایران و روس در زمان قاجاریه است که سبب از دست رفتن بخش عظیمی از خاک ایران شد و بسیاری دیگر از حوادث شوم و مصیبت بار، از جمله بلوایی که در سال 1357 در کشور ما اتفاق افتاد و در اثر آخوندبازی، مرجع سازی و فتواهای مجتهدین به وقوع پیوست. همه آنها هم برمی گردد به همین مسئله پرداخت خمس به آخوندها که نه مشروعیت شرعی و عقلی دارد و نه در احکام الهی آمده است. اگر غرض از مسلمانی و شیعیگری ایمان به خدای یگانه است، این خدا با صفت صمدیت از هر چیزی بی‌نیاز است. یک خداپرست نباید برای ایمان داشتن به خدا، به این شخص یا آن شخص و حتی به پیغمبر اسلام که رسول خدا بوده چیزی بپردازد. ما این اصل را در خود قرآن، چنان که وقتی پیغمبر اسلام از مردم برای خود صدقه درخواست کرد، آیه 12 سوره مجادله، با مخالفت آنان روبرو شد. خدا نیز طی آیه 13 سوره مجادله او را از این امر برحذر داشت. حال چرا مسلمانان شیعه پس از 1400 سال باید هزینه زندگی مشتی آدم بیکاره را به نام سادات اولاد پیغمبر تأمین کنند؟ یا به نام امامان مرده بخشی از درآمد خود را به آخوندها بدهند؟ پرسشی است که فقط عقل و خرد انسان‌های فهیم می‌تواند پاسخ آن را بدهد. پاسخ هم ساده است. مشتی آدم فریبکار به بهانه دین و مذهب، خدا و پیغمبر از ساده دلی مردم مؤمن سوء استفاده می‌کنند. مالشان را می‌گیرند و می‌خورند و به ریش همه آنها می‌خندند. برای پایان این مبحث که بسیار گسترده تر از آن است که بشود در یک نوشته توضیح داد، به هم میهنان خود توصیه می شود که اگر می خواهند بخشی از درآمد خود را در راه خیر هزینه کنند، شایسته است که این کار را خودشان انجام دهند. یعنی با دست خیش پول خود را به کسانی که فکر می کنند محتاجند بپردازند. پول بی زبانشان را به دست این مرجع و آن مرجع نسپارند که آنها درد فقرا و بیچارگان را ندارند.
نمونه روشن آن یکی از همین آیت الله هایی است که مرجع اعلی شیعیان بود. پس از درگذشت این آیت الله که معلوم شد حاج آقا سید و اولاد شریف پیغمبر هم بوده، صدها میلیون دلار در بانک های خارج پول پس انداز کرده بود. پول هایی که به عنوان خمس بایستی صرف فقرا و یتیمان و بیچارگان می شد که نشده بود. همه این پول ها را فرزندان خلف این مرجع اعلی چون شیر مادر حلال دانسته و بالا کشیدند، بیان که به جایی حساب پس دهند. 5. آرزوی پنجم من این است که هم میهنان من در انتخاب نام فرزندان خود کمی تأمل و تعمق کنند، نام هایی برای آنان انتخاب کنند که حداقل وقتی فرزندانشان بزرگ شدند از داشتن آن نام شرمنده نباشند. انسان با نامی که پدر و مادر بر او می نهد زندگی می کند و تا پایان عمر نیز نام خود را همراه خیش دارد. اکثر اشخاص نیز ناخودآگاه شخصیت خود را از نامی که دارند می گیرند و خود را با خصوصیات فردی که نامش بر او نهاده اند تطبیق می دهند. به همین علت است که در بیشتر کشورها اسامی نامداران اسطوره‌ای یا قهرمانان ملی و یا بزرگان فرهنگی خود را بر فرزندانشان می‌گذارند. این رسم معقول و پسندیده در کشور ما نیز مثل همه ملل و اقوام دیگر جاری بود. با آمدن اسلام بود که عرب‌ها بر فرزندان اسرای ایرانی که در خانه و ملک و مزرعه آنها کار می‌کردند، نام‌های عربی می‌گذاشتند. پس از روی کار آمدن سلسله صفویه و شیعه مذهب کردن مردم ایران نیز، رسم و رسوم تازه‌ای در نامگذاری رواج پیدا کرد که متأسفانه تا به امروز همچنان ادامه دارد. از زمانی که شاه عباس مقتدرترین پادشاه صفویه خود را کلب آستان علی نامید، مردم نیز از او پیروی کردند و به جای اینکه نام فرزندانشان را از اسامی بزرگان کشورشان و یا قهرمانان ملی و میهنی خود انتخاب کنند، نامهایی مانند غلام علی، غلام حسین، غلام حسن، غلام رضا و یا عبدالعلی، عبدالحسین، عبدالحسن و عبدالرضا و بدتر از همه اسامی مانند گدعلی، کلب علی و غیره می گذارند که خود به خود فرزندانشان را از همان دوران طفولیت با این القاب حقیر به غلامی و بندگی مشتی عرب که هیچ هنری جز غارتگری و آدم کشی نداشتند وامی دارند. کاری که هیچ یک از ملل و اقوام دیگر با دشمنان سرزمین خود نکرده و نمی کنند. این شیوه سخیف در نامگذاری فرزندان دختر ما نیز جاری است. دختران نازنین ما که مادران فرزندان سرزمینشان هستند و باید آنها را به سلحشوری و دلاوری و میهندوستی تربیت کنند، به جای اینکه نامهای زیبای ایرانی استفاده کنند، نام‌های بی‌مسمایی مانند خدیجه، فاطمه، رقیه، کلثوم، سکینه، صدیقه، زینب، کبرا، صغرا و غیره می‌نهند که هیچ بازتابی در ذهن دخترانی که این اسامی را بر آنها نهاده‌اند ندارند، جز اینکه نام زنان عرب که مردانشان بزرگترین آسیب‌ها را به مملکتشان زده‌اند بزرگ و برعکس بانوان کشورمان را حقیر و کوچک جلوه دهند. این رسم شرم‌آور را فرزندان سرزمین ما باید به کلی از میان بردارند و برای فرزندان خود نام‌هایی را انتخاب کنند که نشان دهنده ارزش والای پدران و مادران نام‌آورشان باشد که برای سرزمینشان تلاش، فداکاری و جانفشانی کردند، نه نام مشتی عرب که جز دشمنی با ایران و ایرانی هیچ هنر و امتیازی نداشتند. پایانه آرزوهای من. انسان در طول زندگی به طور دائم آرزوهایی دارد که همه آنها به خود او و زندگیش مربوط می شود. اما در دوران کهولت که عمر رو به پایان است، دیگر آرزویی برای خود نمی کند، چون می داند برآورده شدنش در باقی مانده عمر وی عملی نیست. آرزوهای امروز من هم مثل همه انسانهایی که در حال رفتن هستند، دیگر ربطی به خودم ندارند.
بلکه همه آنها برای سعادت و نیکبختی هموطنانم است، برای جوانان امروز و آنهایی که پس از این در این سرزمین پر فراز و نشیب دیده ایران چشم به جهان خواهند گشود. آنها باید بدانند نسل ما نسلی بود که سوخت، نسلی که در یکی از پرجنجال‌ترین و در این حال تلخ‌ترین روزهای کشورمان می‌زیست. بسیاری از ما برای جبران بی‌توجهی و شاید هم بی‌همتی پدران و مادرانمان که باعث عقب افتادگی وطنمان شده بودند، سرسختانه تلاش کردند و توانستند بخش‌هایی از عقب ماندگی‌های گذشته را به همت خود برطرف کنند. نسل ما همه توان خود را به کار برد تا کاروان کشورمان را به طلایه‌داران تمدن جهانی برساند، تا در حد توان خود در سازندگی جهان نو نقشی داشته باشد. اما به عللی که برای بسیاری روشن است و در آینده نیز روشن‌تر خواهد شد، در میانه راه ما را از این حرکت باز داشتند و کشور و ملت ما را به دورانهای تاریک گذشته برگرداندند. در سالهای غربت ناخواسته نیز بسیاری از همنسلان ما از جمله خود من کوشیدند تا علل ناکامی ملتمان را از زیر باز مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهند و نتیجه را در اختیار هم‌میهنان به ویژه نسل جوان امروز و نسلهایی که در آینده سرنوشت کشورمان را به دست خواهند گرفت بگذارند. من آنچه را که برای میهنم و هم میهنانم آرزو میکنم در این کتاب نوشتم و یقین دارم که هزاران هزار ایرانی دیگر چه در غربت و چه در درون کشور همین آرزوها را دارند. ای کاش آنها هم آرزوهایشان را بنویسند و راه‌های عملی رسیدن به آنها را مطرح سازند تا چراغ راه فرزندان سرزمینمان باشد. صده هاست که ملت ما در زیر انبوه خاکستر باورهای کهنه و بیپایه و اساسی که بیگانگان بر سر مردم مملکت ما ریخته اند در خواب غفلت به سر می برند. اینک زمان آن فرا رسیده که این ملت کهنسال تاریخ از خواب غفلت دیرینه بیدار شود و ققنوس بار خود را از دل خاکستر پر از نکبت و مهنت هزار ساله بیرون بکشد و جایگاه شایسته‌ای که در شأن ملت ایران است در جهان و در میان ملل متمدن کنونی به دست آورد. امیدوارم همه هم میهنان در این راه که به سعادت و نیکبختی مردم ایران ارتباط دارد گام بردارند.